اقتصاد سیاسی ایران ساز و کارها و چشمندازها. به دانشگاه مردم خوش آمدید سپاسگزارم از برگزار کنندگان این جلسه و نیز شما دوستان که اینجا حضور به هم رسوندید عنوان بحث من هست اقتصاد سیاسی ایران سازوکارها و ها که در پنج بخش ارائه خواهد شد اقتصاد سیاسی ایران نه یک موضوع بلکه مجموعه پرشماری از ها هست من از زاویه مشخصا به اقتصاد سیاسی ایران نگاه خواهم کرد که پاسخهایی ولو موقتی برای سه پرسش کلیدی بحثم فراهم بکنم پرسش اولین است که نوع نظام اقتصادی در ایران چیست خصوصا در سالهای پس از جنگ هشت ساله پرسش دوم اینکه بحرانهای ماندگار نظام اقتصادی ایران به چه ترتیب هست در وضعیت کنونی و نهایتا اینکه چشمانداز احتمالی اقتصاد ایران با بحرانهایی که شهر خواهم داد به چه صورت میتواند باشد من از لنز زنجیره انباشت سرمایه است که به این پرسش های سگانه تلاش می کنم پاسخ بدم برای اینکه زنجیره انباشت سرمایه در هر واحد ملی از جمله اقتصاد ایران شکل بگیره مستمر استمرار پیدا بکنه نیاز به شروط فراوانی هست شش شرط رو به بیان من شش حلقه رو روی اونها متمرکز شدم چرا این شش حلقه در طول این پنج بخش خواهیم دید برای اینکه بیشترین نزاعهای سیاسی و اقتصادی در واقع با این شش حلقه امکان به طور انداختن دارند حلقه اول تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت هست در واقع نقطه عظیمت چرخه سرمایه همواره نوعی انباشت غیر سرمایه‌دارانه ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه چه اقلیتی حقوقی چه حقیقی به مدد آمیزه از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه های قانونی و عوامل تصادفی بوده این فرایند در قبل از جنگ هشت ساله در ایران معاصر در واقع شکل گرفته من مشخصا به این دوره پس از جنگ اشاره خواهم کرد به عبارت دیگه در این فرایند اقلیت حقیقی یا حقوقی صاحب منابع اقتصادی میشن به زیان اکثریت علالقاعده توده ها در حلقه دوم این اقلیت صاحب منابع ثروت نیاز به عوامل تولیدی دارند مشخصا در حلقه دوم نیاز به این دارند که ظرفیت های محیط زیست حتی المقدور دسترس پذیرتر و متناسب با شرایط تکنولوژیک ارزانتر باشه اگر نباشه ظرفیت های محیط زیست که حالا به جای خودش اشاره خواهم کرد مرادم چیست خب نمیتونه فعالیت اقتصادی اصولا شکل بگیره در حلقه سوم این اقلیت برخوردار از منابع اقتصادی سوای دسترسی به ظرفیت های محیط زیست نیاز به یک عامل تولید کلیدی دیگه هم داره نیروی کار باید نیروی کار حتی المقدور ارزان و از اون مهمتر مطیع بشه اقلیت برخورداری که ظرفیت های محیط زیست، نیروی کار رو در اختیار داره حالا میتونیم سرمایه دار برجوا صاحب کسب و کار یا اسامی گوناگونی که به کار برده میشه نامگذاریش بکنیم وارد فعالیت اقتصادی میشه اینجا بحث بر سر تولید ارزش در محل کار هست در ادامه در حلقه پنجم بحث بر سر تحقق ارزش تولید در بازارهای کالاها و خدمات هست تا اینجا تو هر مورد اگر این حلقه ها به درستی شکل نگیرن متناسب با اون حلقه سستی و گسستگی در زنجیره انباشت سرمایه شکل خواهد گرفت اما اگر تا اینجای کار در حقیقت ظرفیت ها خوب شکل گرفته باشن ال صاحبان فعالیت های اقتصادی در انتهای دوره مالی درآمدها و هزینه های خودشون رو سنجش می‌کنند. چنان چه سوداور بوده باشن حالا پرسش کلیدی در حلقه ششم این است که آیا این انباشت سرمایه از نو وارد این حلقه میشه آیا این مازاد وارد حلقه زنجیره انباشت سرمایه میشه در در حقیقت واحد ملی و میاد این سیکل رو از نوتهی میکنه یا خیر به مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در سطح جهانی حرکت میکنه و به اصطلاح ما یا این اقتصاد ملی که سخنش رو محل بحثمون هست دچار فرار سرمایه هستش این چارچوب نظری است که در حقیقت برای کل بحثم و پاسخ به سوالهای سگانم به کار نحوه تحقق در و شکلگیری این حلقه های ششگانه زنجیره انباشت سرمایه به قراری است که در ستون اول سمت راست می‌بینید یعنی اینکه در حلقه اول در سالهای پس از جنگ 8 سال عمدتا به مدد انباشت به مدد سلب مالکیت از توده ها بوده که تراکمیابی یابی ثروت در دستان اقلیت حقیقی یا حقوقی صورت گرفته در حلقه دوم از طریق کالایی سازی طبیعت در حلقه سوم کالایی سازی نیروی کار در حلقه چهارم در ایران عمدتا ما شاهد قلبه فعالیت های نامولد بر فعالیت های مولد هستیم حلقه پنجم شاهد در حقیقت قلبه سرمایه تجاری بر تولید کنندگان داخلی هستیم و حلقه ششم بیشتر شاهد فرار سرمایه هستیم تا انباشت سرمایه در واحد ملی من همونطور که در ستون دوم میبینید مورد به مورد سازوکارهای این نوع تحقق در هر حلقه را در اقتصاد ایران طی سالهای پس از جنگ مورد بررسی قرار خواهم داد طرفین منازعه در هر حلقه را مورد شناسایی قرار خواهم داد بحران حاصله خصوصا در سالهای اخیر و به احتمال بسیار قوی در سالهای پیش رو رو بررسی خواهم کرد در هر حلقه و نهایتا موازه جریانهای فکری سگانهی که در جای خودش اشاره خواهم کرد کدام ها هستند رو بررسی میکنم و جنبندی بحثم در واقع این است که آیا ما در اقتصاد ایران به سوی نوعی بحران کنترل ناپذیری اقتصاد در حال حرکت هستیم یا خیر روال بحثم به این ترتیب هست که در بخش اول همین بخش دو حلقه اول رو از ساز و کارهاش سخن هم گفت و سپس طرفین مناظره رو مورد به مورد مورد شناسایی قرار خواهم داد در بخش دوم از کالای سازی نیروی کار و ساز و شدن و ارزان شدن نیروی کار سخن خواهم گفت و طرفین مناظر و مورد شناسایی قرار خواهم داد در بخش سوم سه حلقه پایانی زنجیره انباشت سرمایه به قراری که توضیح دادم رو از حیث سازکارها و طرفین منازعه بررسی خواهم کرد در بخش چهارم بحرانهای حاصله در هر یک از این حلقه های ششگانه زنجیره انباشت سرمایه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و نهایتا در بخش پنجم مواضع جریانهای فکری اقتصادی در مورد هر یک از این بحران ها و حلقه های متناسب با اون و نیز نتیجهگیری بحث اینکه آیا به سمت بحران کنترل ناپذیری حرکت می کنیم یا خیر محل بحثم خواهد بود از حلقه اول انباشت به مدد سلب مالکیت از ها شروع خواهم کرد کارکرد این نخستین حلقه در واقع عبارت است از تراکمیابی ثروت در دستان اقلیت های حقیقی یا حقوقی چندان که بتونن دیر یا زود کارگزار فعالیت های اقتصادی و متعاقبا انباشت سرمایه در مراحل بعدی بشن این نوع تراکمیابی منابع اقتصادی در دست اقلیت البته پیشا پیش پیش از در واقع جنگ هشت، پایان جنگ هشت ساله ما از سپید دمان تاریخ معاصر ایران به صور گوناگون انباشت اولیه سرمایه یعنی انباشت به صور غیر سرمایه دارانه در حال اجرا بوده اما اونقدر که به سالهای پس از جنگ برمیگرده و ای که اینجا محل توجه من هست ما شاهد انباشت گسترده ثروت تراکم ثروت در دستان اقلیتی بودیم که نه از راه تولید سرمایه بلکه به صور گوناگون غیر سرمایه دارانه فساد اقتصادی و شکل‌های متنوعی که حالا محل بحثم قرار خواهد گرفت این ثروت در دستان اقلیت متمرکز شده است از راه گذر سازوکارهایی من به معدودی از این سازوکارها اشاره خواهم کرد و نهایتا خواهم گفت که در واقع این سازوکارها شمار کوچکی از سازوکارهای به پر پرشمار تری هستند که کمتر محل توجه و مطالعه و مداقه ما قرار گرفتن از خصوصی سازی دارایی های دولتی شروع میکنن به عنوان مهمترین سازوکاری که اقلیتی و صاحب منابع اقتصادی کرده به زیان اکثریت ملاحظه میکنید در نمودار از سال 1170 اولین سالی که خصوصی سازی دارایی های دولتی شروع شد تا سال 90 سرجم رقم جاری هزار تریلیون ریال از منابع دولتی که طبق تعریف توی گیومه طبق تعریف باید نمایندگی بکنه منافع جمهور مردم و گرفته شده در عوض به اقلیتی سپرده شده سازوکار دوم کالایی سازی خدمات اجتماعی دولت دولت بر اساس قانون اساسی در حقیقت تکالیفی داره مردم جمهور مردم حقوقی دارن اونقدر که به خدمات اجتماعی برمیگرده اصول سه و سی قانون اساسی از آموزش عالی همین اصول از آموزش عمومی اصل 29 تامین اجتماعی اصل 29 از نو روی درمان اصول سوم 31 و 43 روی مسکن اصل 29 هم روی بهداشت اصل سوم روی تربیت بدنی و اصول 3 و 27 از حیث حق داشتن کار و این چنین خدمات اجتماعی یاد کرده اینها حقوق مردمه اما در تمام سالهای پس از جنگ هشت ساله ما شاهد عقب نشینی دولت از اجرای این وظیفش بودیم و در عوض اون حقی که به درجات گوناگون رایگان یا زیر قیمت بازار میبایست به جمهور مردم ارائه میشد از رهگذر دریافت قیمت قیمت بازار یا قیمت مختلف دیگه به مردم داده شده من اینجا مشخصا و فقط روی آموزش عالی به عنوان یک نمونه تمرکز میکنم هرچند به شکلهای مختلف تمام این موارد که اینجا برش مردم و موارد دیگری هم که میشه به این لیست اضافه کرد نیز مشمول روندهای مشابه شدن اصل سی قانون اساسی از حق برخورداری از آموزش عالی سخن میگه میگه دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی رو تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش بده از پایان خصوصا پایان جنگ هشت ساله به این سو به درجات گوناگون همه دولت های پس از جنگ به اتفاق این اصل رو نقص کردن اگر شاخصی برای کالای سازی آموزش عالی مد نظر باشه این تصویر گویا هست یعنی اینکه تعداد جذب دانشجو در بخش رایگان آموزش عالی از رقمی نزدیک به حوالی 450 هزار در سال 80 به رقم حدود 605 هزار در سال 87 افزایش پیدا کرده اما تعداد جذب دانشجو در بخش شهریه ای آموزش عالی نهادهای گوناگونی در آموزش عالی و در بر از رقمی نزدیک به یک میلیون صد هزار به حدود دو میلیون و هزار افزایش پیدا کرده با این توضیح که بعد از این سال ما شاهد رشد فزونتر بخش شهری در قیاس با بخش رایگان بودیم در آموزش عالی همین شاخص رو من به زبان دیگری اینجا بازگوی کردم یعنی نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهری یا آموزش عالی از رقم حدود 41 صدم در سال 80 به رقم 22 صدم در سال 87 کاهش پیدا کرده نصف شده این یکی از نمادهای در واقع کالای سازی خدمات اجتماعی است آموزش عالی در آموزش عمومی با شدت بیشتری و موارد دیگر بهداشت درمان سلامت تربیت بدنی مسکن و غیره بر حال کالای سازی خدمات اجتماعی گرفتن حقی از اکثریت توده هاست ها و در عوض روی دیگر سکه اقلیتی که یا از رهگذر ارائه این خدمات در چارچوب بخش خصوصی یا سایر نهادها در واقع صاحب منافع اقتصادی میشن برنده این قضیه هستند نوعی باز توضیح یکی دیگه از این موارد قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار هست انواع بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری در بازارهای متشکل یا غیر متشکل پولی در واقع هویت های اقتصادی هستند که به درجات گوناگون پول و اعتبار خلق میکنند وقتی پول و اعتبار خلق میشه چنانچه متناسبا کالاها و خدمات یعنی در بخش عرضه اقتصاد تولید نشه حاصل تورمه افزایش سطح قیمت هاست که اگر مستمر استمرار پیدا بکنه میشه تورم بسیار خوب اکثریت توده ها از ره گذر تورم خصوصا اونهایی که در واقع گیرندگان دستمزد و حقوق ثابت هستند به نفع صاحبان دارایی که هم پای تورم دارایی هاشون واجد ارزش بیشتری میشه برنده این بازی هستن بازنده این بازی هستن در واقع نوعی باز صورت میگیره تورم به عبارت دیگه مهمترین سازوکاری است که این باز رو انجام میده تورم بیش از هر چیز محصول قواعد و قوانینی است که ناظر بر چگونگی خلق پول و اعتبار هست مورد دیگه الگوی توزیع اعتبار در شبکه بانکی اکثریت توده ها این هزینه را میدن از رهگذر تورم دارایی هاشون در واقع حقوق و دستمزد قدرت خرید مستمر کمتری پیدا میکنه اما متناسبا و با یه الگوی برابر به انواع در واقع شکل های تسهیلات در شبکه بانکی یا در بازار غیر متشکل پولی دسترسی ندارند سه عامل کلیدی در شبکه بانکی یعنی بخشی که زیر نظر بانک مرکزی است و البته بخش غیر متشکل پولی تعیین کننده الگوی توزیع اعتبار و پول هستش اولی توانایی پرداخت بهره تسهیلات هستش یا چیزهایی مثل وسیقه ها و امثال ها. افراد به یکسان از این توانایی برخوردار نیستن در واقع این خرید پول میمونه قیمت پول نرخ بهره هستش همه این توانایی خرید رو به یکسان ندارن دوم زوابتی است که در حقیقت به زیان روابط کمرنگ میشن و با نقشافرینی روابط در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی کسی یا کسانی نهادهایی دسترسی به پول و اعتبار پیدا کنند و سوم البته الزام دولت به بانک ها برای پرداخت تسهیلات به انواع بخش های دولتی برای کسری پودجشه لحظات دیگه خواهیم دید که الگوی توزیع مخارج دولت مهمه دولت وقتی خرج میکنه همه برابر سهم نمیبرند. اینکه چه کسانی سهم بیشتری از مخارج دولت میبرند در واقع اینجا گره میخوره با این مسئله الگوی توزیع اعتبار در شبکه بانکی من موارد دیگر رو بر نمیشمرم خیلی کوتاه فساد اقتصادی در بدنه دولت که شکل های متنوعی داره و چه اشتراک همه این شکل های متنوع فساد که اینجا محل بحث من نیست در واقع انتقال غیرقانونی منافعی است که باید طبق تعریف از آن همگان باشه اما به طرزی غیرقانونی به اقلیتی که در بدنه تکنوکراتیک دولت صاحب قدرت هست به صور مختلف اختصاص پیدا میکنه سازوکار دیگه سیاست بازتوزیع دولت هست در زمینه یارانها یا انواع سیاست های دیگر الگوی توزیع مخارج دولت سیاست های مالیاتی و گمرکی که من اینجا در واقع به اونها نمیپردازم اضافه بکنم به این که در حقیقت آنچه که گفتم عمدتا مرتبط است با عملکرد قوای مجریه و در مجریه و قانونگذاری مجلس در کشور اگر به این قوا اضافه بکنیم سایر نهادهای حکومتی اما نزیر نظر دولت رو و نیز نهادهای مهمی مثل شهرداری ها تنوع این سازوکارهای انباشت به مدد سلب مالکیت از اکثریت توده ها به مراتب بیشتر از این هاست سرجم در اینجا ما شاهد نوعی نزاع هستیم یک سوی این نزاع اقلیت حقیقی یا حقوقی است که عمدتا اما نه همیشه به درجات گوناگون به طبقه سیاسی مسلط وابسته و نزدیک هستند سوی دیگر تزا... نزاع اکثریت توده ها هستند نزاع هم بر سر انباشت به مدد سلب مالکیت از توده ها است این نزاع در واقع فشرده در اینجا باستاب انواع نزاع هایی است که بر سر سازوکارهای تراکمیابی ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت به وقوع می یعنی نزاع بر سر خصوصی سازی ها نزا بر سر عقب نشینی دولت از انواع خدمات اجتماعی و در واقع کالایی سازی و به بازار سپاری این خدمات نزاع بر سر خلق و تولید اعتبار و پول نزاع بر سر توزیع اعتبار و همه مواردی که گفتم این یک نزاع نیست شبکه‌ای در هم تنیده از انواع منازعات هست که سرجم بین دو گروه کلیدی که اینجا اشاره کردم برقرار است. حلقه دوم حلقه دوم از زنجیره ام باشت سرمایه کالای سازی طبیعته این اقلیت که صرف نظر از شکلش در ایران سالهای پس از جنگ عمدتا غیر سرمایه دارانه ثروت منابع اقتصادی رو در دستان خودش متراکم کرده است برای ورود به فعالیت اقتصادی نیاز به یک عامل تولید مهم داره ظرفیت های محیط زیست مثلا آبهای سطحی آب‌های زیرزمینی ذخایر آب شیرین دریاچه ها رودخانه ها طبیعی معادن نفت جنگل ها مراتع فضای عمودی شهرها خصوصا شهرهای بزرگ خاک تالاپ ها شیلات پوشش های گیاهی و سایر عناصر طبیعت همه در واقع عامل تولید هستند اینها باید حتی المقدور اگر قرار به در واقع گسترش زنجیره انباشت سرمایه باشه در دسترس باشن متناسب با شرایط تکنولوژیک اولا و ثانیا حتالمقدور ارزانتر باشن هرچه چه باثبات تر در دسترس باشن هر چه ارزانتر باشن بعدتر خواهیم دید نرخ سود این اقلیت برخوردار از منابع اقتصادی که وارد فعالیت اقتصادی شده هم بیشتر خواهد بود خب در زمینه جنگل، تالاب، شیلات، معادن، نفت و و قواعد حاکم بر این مجموعه بسیار متنوع تو این زمان من نمی رسم در حقیقت مورد به مورد در این زمینه بحث بکنم اما اگر بچه مشترک این مجموعه رو بگیریم در سالهای خصوصا پس از جنگ اما نه صرفا در سالهای پس از جنگ در ایران معاصر من روی این دوره تاکید می کنم چون محل بحثمه دوره بحثم هست ما شاهد گسترش حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت های محیط زیست بودیم اولا ثانیا شاهد گسترش مبادله بازاری در زمینه ظرفیت های محیط زیست بودیم توجه بکنیم متغیری که در اینجا مهمه صرفا حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط زیست نیست این حقوق مالکیت می تواند حقوق مالکیت دولتی باشه اما دولت به منزله یک پای بازار مبادله بازاری رو در دستور کار خودش قرار بده در مورد تک تک این عناصر طبیعت که اینجا محل بحث بهشون اشاره کردم در واقع بنابراین متغیر مالکیت دولتی اهمیت کمتری داره تا متغیر نوع مبادله دولت ولو دولت باشه اما آنگونه در بازار بازی میکنه که در بسیاری از موارد گویی بخش خصوصی است گویی برای افسون کردن سود خودش عمل میکنه اینجا در حلقه دوم ما شاهد از نوع منازعه دیگری هستیم که یک سوی این منازعه نهادها افراد حقیقی حقوقی به درجات گوناگون برخوردارن از حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط سوی دیگر این منازعه باز کسانی هستند که به درجات گوناگون نابرخوردار هستند از چنین حقوق مالکیتی و منازعه در واقع بر سر کالایی شدن عناصر گوناگون طبیعت است یک منازعه فشرده است در واقع این هم یک منازعه بسیط نیست شبکه در هم تنیده از منازعات عملا اینجا وجود داره یعنی بر سر نهاد حق مالکیت خصوصی بر سر نهاد وقف بر سر انواع مالکیت‌های عمومی نحوه بهره از شیلات و معادن و جنگل ها و مراتع مقررات بلند مرتبه سازی در خصوصا شهرهای بزرگ مقررات شکار و سید جاده سازی احداث راه آهن ترهای انتقال آب کانال سازی ها، صد سازی ها، نحوه تعیین حقابه های زیست محیطی، نحوه مدیریت و حوزه های آبریز، سیاست های ناظر بر اکوتوریسم و بسیاری از منازعات دیگری که به درجات گوناگون این دو طرف منازعه در حال نزاع هستند در این حربه.